لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده رحیم هستم از ایران. دومین بار دارم با شما صحبت میکنم. بفرمایید آقا رحیم بزرگوار. عرضم خدمت شما که از شما خیلی تشکر میکنم بابت برنامهاتون و اینکه خیلی شیوا و متین و گویا صحبت میکنید، خیلی ازتون تشکر میکنم. بعد من از طریق برنامهاتون خیلی یعنی چشم گوشم باز شد. من تصور خودم فکر میکردم حضرت ابوبکر، عمر، البته الان 3 ماه موحد شدم، قبلا شما اعلام کردم. بله بله. حضرت عمر، ابوبکر، عثمان، من فکر میکردم اینا چطور تو ذهن من اینا یک افراد جانی به نظر میامدن، العیاذ بالله. الله نیست. بعد یه سوالی از شما دارم. این راسته که کسی به اندازه حضرت ابوبکر و حضرت عمر کسی به اندازه ایشون نماز شب نمیخوندن؟ چون اینو من از شبکه‌های توحیدی شنیده بودم. البته خودم عقیده دارم، فکر کنم باید درست باشه، چون یه روایتی از حضرت علی بوده تو نهج البلاغه که اصحاب از ترس خدا تا صبح نماز میخوندن که پیشونیشون پینه میبست. درست در این مورد این میخوام ببینم این بله این روایت هست، اما در این که شخص معینی از صحابه رو ذکر کرده باشن یا دقیقا حضرت ابوبکر و حضرت عمر، در این مورد راستش اطلاعی ندارم. چون ببینید ما در میان صحابه یک به اصطلاح تفاوت‌های عجیبی وجود داره. هر صحابی، چون این مدرسه بود، مدرسه محمد مصطفی، اشخاصی رو که ایشون اختیار کرده بودن اشخاصی بودن که واقعا هر کدومشون برای قیادت و رهبری جزی از جامعه مفید بودن. یکی در تقوا، یکی در پرهیزگاری، یکی در شجاعت، یکی در جهاد، یکی در علم. بله بله، تشکر میکنم. بعد البته یه مطلبی کوتاه عنوان اجازه دارم بکنم. بفرمایید. من واقعا زمانی که شیعه بودم یعنی نمیدونستم که حضرت علی رو بی غیرت و بی ناموس کردیم. علی که فاتح خیبر بود، شیر خدا بود، این چطور حاضر شد وایسه ببینه زنش رو جلوی چشمش لطوپار میکنن، بچهش رو سرد میکنن، بعد علی هم وایسه بگه من به خاطر وحدت مسلمان ها من کاری نمی کنم. اون علی به درد لایجرز میخوره. اون علی، علی آشغالیه، باید بندازم تو سطح آشغالدون. من اون علی رو هیچ وقت قبول نمی کنم و نخواهم کرد، چون علی که شیر خدا باشه دیگه، حالا دیگه در مقابل دختر پیغمبر دیگه باید چجوری بود؟ دیگه باید از جان خودش هم بگذره. این اصلا با عقل جور در نمیاد. و من میبینم علی رو مشرک کردن، یعنی تو بین بت‌ها به دنیا اومد، خونه کرده بی‌ناموس شد، بی غیرت شد، دیگه بدترین بی احترامی ها رو به اهل بیت کردن، در صورتی که خودشون میگن ما سینه چاک اهل بیتیم. به والله کسی سینه چاکتر از اهل سنت برای اهل بیت به والله قسم نیست بهتر از اهل سنت. بعد یه مطلب کوچیک آخر بفهمت. من میخوام از 1000 تا 1100 یه عدد انتخاب کنم آقای انصاری. تشکر. 1111 درسته؟ بله، در حساب ریاضیات آقای خزوینی درسته. بله بله. یا الله مدد، یا الله مدد. تشکر از شما برادر عزیز بزرگوار. تشکر از شما، خدا نگهدارت. مطلبی رو که آقا رحیم بزرگوار ذکر کردن، واقعا یعنی ما وقتی که به کتاب ها مراجعه می کنیم، من یک مطالبی رو اینجا نشونتون بدم، واقعا تعجب خواهید کرد. در کتاب بحار الانوار روایتی است، در اینجا حضرت علی رضی الله تعالی عنه وقتی که ناودان خونه به اصطلاح حضرت عباس، عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو
حضرت عمر. حالا داستان درست کردن دیگه، میاد حضرت عمر این ناودان رو میکنه. حضرت علی چیکار میکنه؟ دوستان عزیز این سفر رو نشون بدن، این کتاب بهار و لنوار، اینم صفحه بعدیش، اینم سال چاپش. در اینجا این روایت کلن روایت طولانیه، چون وقت برنامه داره به پایان میرسه، من نمیخوام ذکر بکنم. خلاصه در زمان خلافت ابوبکر و سه سال اول خلافت عمر این ناودان بوده و بعد خلاصه یه روزی حضرت عمر رد میشه و میگه که این ناودان رو بکنید. این ناودان رو میکنن و بعد عباس میره شکایت میکنه پیش حضرت علی و حضرت علی هم خلاصه چیکار میکنه. اینجا خیلی جالبه، حضرت علی هم میگه قنبر یا قنبر علی بذوالفقار، قنبر زود باش ذوالفقار منو بیار. خلاصه زره میپوشه و مسلح میشه و میره به مسجد. یا قنبر اسعد فرد المیزاب الى مکانه، برگرد و این ناودان رو به جاش نصب کن. فسعد منبر فسعد قنبر، قنبر بلند شد و فرد الى موضعه، این ناودان رو به جاش برگرد. و قال علی به حق صاحب هذا القبر، این علی که اینجا معرفی میکنن به صاحب قبرم قسم میخوره. و منبر، و این منبر که اگر که کسی این رو پایین آورد لأزربن عنقه، کسی که این رو پایین آورد گردنش رو میزنم. و عنق الامر له بذلك، و کسی و گردن کسی که امر کرده باشه که این رو از اینجا بردار میزنم. این علی در بهار الانوار جزء 30 صفحه 330. در قضیه من اینو قبلا هم نشون دادم، یک بار دیگه هم نشون بدم، این بهار الانوار بود، اینم سال چاپش، اینم این صفحه. یک روز در صفحه 144 علی شنید که عمر بعضی از بلغنی ان که ذکر و کل شیعتی، شنید که عمر به بعضی از شیعیان چیزی گفته. فقال اربع على زلعك، فقال علی سلام انك لا هنا، گفت علی عمر، علی برو اونور. عمر نه، علی گفت که عمر تو باید اینجا باشی. ثم رمى بالقوس على الارض، یک کمانی داشت انداخت رو زمین. فاذا هي ثعبان كالبعير، یک ماری شد مانند یک اژدهای بزرگ، مانند یک حیوان. فاغر فاهو، دهنش رو باز کرده. و قد اقبل نحو عمر لیبتلعو، رفت دوید به طرف عمر که عمر رو قورت بده. فساه عمر الله الله یا ابوالحسن، خلاصه کمانش رو برداشت و دوباره این اژدهای بزرگ دوباره کوچیک شد و کمان شد به دستش. یک کمی از عقل و منطقتون کار بگیرید شیعیان عزیز. این علی که به خاطر ناودان عباس غضب میشه، لباس رزم میپوشه، موقعی که دختر پیامبر رو پشت بین در و دیوار گذاشتن و سخت جنین کرد کجا بود؟ ارزش دختر پیامبر از ناودان عباس هم کمتر بود؟ ارزش دختر پیامبر از ذکر چند نفر شیعه علی کمتر بود؟ که این اژدهاشو جلوی در ننداخت که عمر رو نمیدونم فلان و فلان و همه رو قورت بده دم در؟ این خزعبلات و داستانهایی است که میگن دروغگو حافظه نداره. یک جا یک داستانی رو میگن، در یک جا یک داستان دیگری رو میگن. اگه اونو قبول بکنید با این چیکار میکنید؟ اینو قبول بکنید با اون یکی تضادشون چیکار میکنید؟ اینجا اومده مثلا میخواد شجاعت حضرت علی رو نشون بده که حضرت علی اینقدر شجاع بود. وقتی میری اونجا میگه حضرت علی داخل خانه نشسته بود، زنشو بین در و دیوار گذاشتن، صداش در نیامد، سرشو میکرد تو چاه، باچان نجوا میکرد، دست فاطمه و حسن و حسین رو میگرفت تو کوچه مدینه میگشت، در میزد خونه انصار که بیاد به من کمک کنید که من حق معزه و بکر عمر بگیرم. به قول آقا رحیم بزرگوار، این علی اون علی نیست که ما میشناسیم، این علی اون علی نیست که داماد پیامبر بود، یار پیامبر بود، این علی پدر حسن و حسین نیست که شما دارید معرفی میکنید.